درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. فلورنتینو پرز بعد از ناکامی در جذب کیلیان امباپه فعلا همه تمرکزش رو گذاشته روی تقویت خط دفاعی رئال مادرید. امروز پرز موفق شد یکی از بهترین و سریعترین مدافعین میانی فوتبال اروپا رو با قراردادی آزاد جذب کنه. آنتونی رودیگر مدافع سابق باشگاه چلسی که باشگاه‌های زیادی به دنبال جذبش بودند در نهایت با تیم اول شهر مادرید به توافق رسید و از فصل بعد پیراهن قوهای سفید پایتخت اسپانیا رو به تن خواهد کرد. رودیگر بعد از آلابا دومین مدافع میانی با کیفیتی که از پارسال به صورت آزاد جذب رئال مادرید شدند و با توجه به وضعیت مالی این باشگاه احتمالاً در آینده شاهد خریدهای آزاد بیشتری از طرف پرز خواهیم بود. تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار دوستانش مقابل شاگردان کلاکوویچ شکست خورد. والیبالیستای ایران توی یه رقابت فوق‌العاده نزدیک و نفسگیر مقابل صربستان بازی رو واگذار کردن، ولی نکته مثبت این بازی عملکرد خوب جوانایی بود که به تازگی ملی پوش شدن و اکثرشون خروجی لیگ والیبال امسال کشورمون بودن. به هر حال از نسل طلایی والیبال کشورمون تقریبا میشه گفت فقط عبادی پور باقی مونده که اونم به احتمال زیاد بعد از لیگ ملت‌ها از تیم ملی خداحافظی میکنه. باید ببینیم در آینده جوانای تیم ملی میتونن راه کسایی رو که جانشینشون شدن ادامه بدن یا خیر. در حالی که اسکوچیچ و بازیکنان تیم ملی مشغول بازی با تخم مرغاشون هستن، کره جنوبی و ژاپن با برزیل بازی دوستانه دارن و با یه برنامه دقیق و منظم دارن خودشون رو آماده حضور در جام جهانی میکنن. بعد از قطعی شدن و لغو شدن بازی دوستانه با نیوزیلند، آلبانی، کانادا، اکوادور، سنگال، صربستان و چند تا تیم ملی دیگه، امروز فدراسیون فوتبال اعلام کرد که تیم ملی در قطر با الجزایر بازی دوستانه برگزار میکنه. با اینکه الجزایر نتونست جواز صعود به جام جهانی قطر رو کسب کنه، با این حال خیلی مطمئن نیستم که تا زمانی که این خبر رو میخونم و ادیت میکنم و براتون توی کانال آپلود میکنم این بازی دوستانه هم لغو نشده باشه. فقط اینو میگم که شاید اگه دوره قبل تیم ملی با یه برنامه منظم خودش آماده جام جهانی کرده بود، اون ضربه طارمی در دقیقه آخر بازی تبدیل به گل میشد و به دور بعد صعود میکردیم. البته ناگفته نمونه که کره جنوبی هم لحظات پیش با نتیجه 5-1 مقابل برزیل تن به شکست داد. پرسپولیس موفق شد با پیروزی 1-0 مقابل فجر سپاسی به مقام نایب قهرمانی لیگ برتر امسال دست پیدا کنه. یکی از حاشیه‌های مهم این بازی رفتار رامین رضاییان بعد از تعویض در آخرین بازی فصلش در استادیوم آزادی بود. رضاییان بعد از تعویض در حالی که اشک می‌ریخت و به شدت ناراحت بود به سمت رختکن رفت. بعد از حاشیه‌هایی که صحبت‌های رضاییان که گفته بود من برای پرسپولیس رایگان بازی کردم به وجود آورد و با توجه به واکنش تند رضا درویش به این موضوع، به احتمال زیاد این آخرین دقایق رضاییان برای پرسپولیس بود، مخصوصا اینکه گل محمدی به شدت به دنبال جذب دانیال اسماعیلی فر برای فصل آینده است. یه ویدیو همین چند ساعت قبل منتشر کردم و گفتم استادیوم آزادی در حال فرو ریختنه و از همه درخواست کردم تا این استادیوم بازسازی نشده هرگز پاشون رو اونجا نذارن، چون جون ما برای آخوندها هیچ ارزشی نداره و به قول یکی از مخاطبای کانال مرگ هر ایرانی برای آخوند به معنی یارانه کمتره. بعد از انتشار اون ویدیو یک کلیپ خیلی کوتاه از ریزش سقف طبقه اول آزادی زیر پای تماشاگرایی که در طبقه دوم هستن دیدم که خیلی وحشتناک بود و نشون دهنده آسیب پذیری بیش از حد این استادیوم بود.
سایت ترانسفر مارکت در آخرین آپدیتی که از وضعیت طارمی منتشر کرد روی ستاره بوشهری تیم ملی کشورمون برچسب 20 میلیون یورویی زد تا مهدی رکورد همه بازیکن‌های ایرانی رو در تاریخ شکسته باشه. نکته جالب توجه اینجاست که طارمی در حالی که 29 سال سن داره هر روز داره قیمتش بالاتر میره، اتفاقی که معمولاً برعکسه و بازیکن‌ها بعد از رسیدن به این سن به مرور ارزششون توی سایت ترانسفر مارکت پایین تر میاد. باشگاه پورتو طارمی رو با قیمت حدود 5 میلیون یورو خریداری کرد و حالا میتونه با فروش مهدی حدوداً 4 برابر سود به دست بیاره. غیر از اینکه پورتو موفق شد با نقش آفرینی مهدی طارمی به عنوان نقش اول بعد از سالها موفق به دبل کردن در فوتبال پرتغال هم بشه. در شرایطی که مسئولین باشگاه سریک گنبد به دنبال تشکیل یه تیم قدرتمند برای حضور موفق در لیگ برتر بانوان کشور هستن، یه خبر تلخ ورزش این شهر و این تیم رو تحت تاثیر قرار داد. عالیه شیری قابوس، یکی از بازیکنهای جوان سریک گنبد که در لیگ یک زحمتهای فراوانی برای این تیم کشید، روز گذشته درگذشت و این تیم رو در شوک فرو برد. به همین دلیل خلیل آزمون به عنوان رئیس هیئت والیبال گنبد و همچنین سردار آزمون به عنوان مدیر عامل تیم والیبال سریک گنبد هر کدوم جداگانه درگذشت عالیه شیری رو تسلیت گفتن. آزمون با انتشار عکس بازیکن تیمش نوشت: عالیه عزیزم، مهربون‌ترین عضو سریک، چقدر زود از پیشمون رفتی، همیشه جات توی قلب ماست. خب میونه این همه خبرهای بد و وحشتناکی که این روزا داریم توی جمهوری اسلامی میشنویم، یه ویدیوی کوتاه ببینید از سخاوتمندی خاص بسکتبالیست معروف آمریکایی که ساعت گرون قیمتش رو به یکی از طرفداراش هدیه میده. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از نانو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران جهان قرار بدم.